مطلبی هست خوشحال میشم بفرمایید. در دنباله سخنرانتون دکتر هلاکویی، اون قسمت رو خیلی کامل متوجه شدم که باید قطع رابطه بشه، یعنی به قول معروف مفید هست اگر امکان داره قطع رابطه بشه برای کسی که اشتباه میکنه، که اینو من انجام دادم. در اون قسمت که طرف مقابل متوجه اشتباهش بکنین، من اون قسمت رو نه نه من نگفتم متوجه اشتباه، برخی از اصلا ضرورتی نداره، صلاح ما این است که به اون آدم بگیم، ولی برخی از خود اصلا میدونیم که اصلا فرقی نمیکنه. یک فرض کنید، ببینید، یه آدمی میتونه با کینه توزی، با بدجنسی، با بیماری، با حسادت، با رقابت که دوربر هستن پشت سر شما حرف بزنه، شما چی میخواد متوجهش کنه؟ او خودش میدونه داره چیکار میکنه، برای اصلا شما چیکاره ای، چه فرقی میکنه؟ شما قرار از خودتون محافظت کنید. میفرمایید؟ بله. ولی اون قسمتی که خب چون دیگه الان برفرض دسترسی به اون آدم نیست، قطع رابطه شده، ولی همون قسمتی که قسمت بخشش هست که الان من خدمت رو سوال کردم، آیا این از نظر روانی کار درستیه که خودم رو بذارم جای اون آدم و از دید اون این اتفاق رو نگاه کنم و بهش خب یه مقدار حق بدم، بگم که شاید من هم اگر توی اون بیزنس، توی اون شرایط، توی اون به قول معروف کارهایی که اون قسمت، اون برنامه که اون پیش اومده، حالا اگر من در کفش ایشون رو من پوشیده بودم، اینجوری بگم، شاید من هم این کار رو میکردم و این باعث شه که من راحت تر برم. من فقط دنبال راه راحت بخشیدن نه، این درست نیست که من بگم من استخون شکستم میخوام یه راهی پیدا کنم، وقت هست میری دنبال کارهای عجق و جقی که دیگرم. نه نه، کاری که زحمت داره با زحمت چه داشت، راهی که 100 متر با 100 مترش رفت، عزیز، میانبری در کار نیست. این اول. دوم، ماجرایی که وجود داره، یعنی چیزی که شما در جهت ارتباط با دیگری به من میگید وقتی قطع رابطه کردید، شاید نکته‌ای که تو ذهنتون بود، حرف آخرتون چی بود؟ چون بذارید چون وقتم کمه فقط به یه نکتهش اشاره کنم. یعنی من فقط همون قسمت بخششش رو، به خاطر اینکه من یه رابطه بوده 5 ساله بوده، رابطه کاری بوده. نه فهمیدم، ببخش. نه صبر کنید، ببینید، این که شما حرفی که میزنید، این که من خودم رو جای دیگری بگذارم، در حقیقت رفتن به چرایی رفتاره که یه مقدار برخی از اوقات آدم میتونه بفهمه، نه اینکه اگر من بودم همون کار میکردم، که خب آدم ها تو این شرایط، تو این وضعیت ممکن این کارو بکنن. از اهمیت اشتباهی که او کرده، مسئولیتی که برش قائلی، اینتنشن یا نیت بدش، انگیزه یا موتیویشن بدش، هدف بدش کم میکنه، اون کمک میکنه. یعنی اگر فرض بفرمایید یه کسی اومد به شما گفت که من چون 3 روز گرسنه بودم و هیچ راهی هم نداشتم، از کیف تو پول برداشتم، دزدیه سر جاشه. ولی شما وقتی که ماجرای 3 روز گرسنه بودن اونو ببینید، یا این پول رو برداشتم برای اینکه خرج دوای بچه‌م کنم که داشت میمرد، شما همیشه میتونید یه نگاه دیگری به موضوع بکنید. همینجاست که بحثی درباره اینکه آدما در چه مرحله‌ای از اصول اخلاقی هستن هست که بحث جالب و پیچیده است. اونو میشه کمک گرفت، ولی اینو نباید برای خود فریبی ازش استفاده کرد. ولی برفرض که اصلا ما خودمون رو جای اون آدم بگذاریم و به این نتیجه برسیم که ما این کارو میکردیم، ما هم اگر اون کارو میکردیم همچنان بد بود. یعنی من هم اگر مثلا فرض بفرمایید بی پول بودم، پول دیگری رو برمی‌داشتم، که این من که ملاک خلقت نیستم، هنوز برداشتن پول دیگری در چارچوب تعریفی که من به طور کلی دارم، چه من بکنم چه دیگری بده. این که او در شبیه من میشه هم قرار نیست در چارچوب عدالت و انصاف فرقی بکنه. یعنی من همونطور که او رو میتونم به محاکمه، البته عادلانه و منصفانه، بکشم که کار بدی کرده، ای خودم هم میکردم باید این کار رو بکنم، ولی چون من خودم هم این کار رو میکنم، پس اون اگر کار بدی کرده پس کار بدی نکرده، که خب این نشون میده من تعریفم سر کار بد و اشتباه داره به دلیل اینکه شخصیه یا دیگریه به هم میریزه. یعنی اونجا باید بتونه ولی منو به این نتیجه میرسونه که من کی هستم که دیگری رو قضاوت بکنم. نه این بحثو مطرح نکنید عزیز. اولا ما دائما داریم قضاوت میکنیم، بنده الان دارم با شما و صحبتتون قضاوت میکنم، لطفا دقت کنید. بله. من پشت فرمونی که میشم دائما دارم ماشینای دوربرمو قضاوت میکنم که به من رسید نزدیک برسه. قضاوت کردنی که میگن نباید بکنیم که من به این نشورستم آدما خوبن یا بد، اون حق رو هیچ وقت ما نداری. من قرار نیست کنم شما آدم خوب یا بدی هستید، ولی من میتونم بگم تون رفتید.
من میتونم برگردم بگم شما این بیزینس رو نباید اینجوری انجام بدید، این چه ارتباطی به خوبی و بدی شما داره؟ ببینید، رفتار رو شما میتونید مورد حمله قرار بدید ولی هویت رو نه. شما میتونید بگید که این کاری که کردی غلط بود، این کاری که کردی درست نبود، این کاری که کردید بد بود. اسمش نیست که قضاوت کردی. شما روزی که برگرد میگی تو آدم بدی هستی قضاوته. اینم باز از اون مفاهیمی است که ما این چیزها یاد گرفتیم. من تمام عمرم دارم همه رو قضاوت میکنم. من وقتی میرم توی رستوران نگاه میکنم به محیط رستوران، به این نشستم اینجا خیلی تمیز نیست، شاید بهتره بیام بیرون برم جای دیگه غذا بخورم. من وقتی به غذا نگاه میکنم به این نگاه میکنم که آشپزش خوب کار نکرده. من که نمیتونم که آقا بنده نمیخوام آشپز رو قضاوت کنم یا رستوران رو قضاوت کنم. نه، ببینید، باز این از اون حرفایی است که تو جامعه ایرانی پخش شده. ببینید بفهم یعنی چی قضاوت. یعنی این حکم دادن به اینکه کسی خوبه یا بده و معمولا تو ذهنیتمون مستحق چه مجازات یا پاداشی. اونو ما حق نداریم. من کی هستم؟ ولی من میتونم برگردم بگم شما، من میتونم به عنوان پلیس برگردم بگم اینجا سرعت 30 مایل بود ولی چی شما 45 مایل میرفتید؟ معلومه قضاوتتون میکنم. حق منه. اصلا حتی منم که میرم یه اتومبیل تون میره قضاوت کنم آقای با این سرعتت خطر برای خودت و دیگران به وجود میاری. پس مسئله قضاوت این، شما همیشه میتونید بگید این کار بده، همونطور که من درباره خودم میتونم اینو بگم. قضاوت درباره آدم نیست، قضاوت درباره یک کار، یه رفتاری که ما همیشه حق داریم. به همینجاست که من برمیگردم میگم این مادر این کاری که کرده با بچه‌ش و این پدر بده. من که میگم پدر و مادر بدیه، اونو با انسان‌ها حق نداریم، برای که اون یه نتیجه گیری است. مفهوم این که don't judge anybody، کسی رو قضاوت کن، اون رو بلا. من صبح تا غروب همه رو دارم قضاوت میکنم، همطوری که میبینم خودم هم دارم قضاوت میکنم. الان من برنامه خودم هم دارم نگاه میکنم و قضاوت میکنم.